سرخط خبرها. مخابره اولین خبر خوش به زن و مرد افغانستان. اولین حمله مرگبار جبهه مقاومت بالای طالبان از پلوچرخی کابل آغاز شد. آتش بس، دستاورد نخستین دیدار بین احمد مسعود و طالبان. شورای امنیت، تروریسم جدیدترین تهدید برای امنیت افغانستان است. و بریتانیا به 8000 پناهجوی افغان مساکن می‌دهد. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آتش بس، دستاورد نخستین دیدار بین احمد مسعود و طالبان. یک عضو هیئت فرستاده شده از جانب طرفداران احمد مسعود میگوید که در نشست دیروزشان با طالبان توافق شده است که تا پایان مذاکرات میانشان از حمله نظامی بر یکدیگر خودداری کنند. با گزارش سپوتنیک، نخستین دیدار میان نمایندگان طالبان و طرفداران احمد مسعود عصر دیروز در مرکز ولایت پروان برگزار شد. در این نشست طالبان در ترکیب یک هیئت 6 نفری به رهبری محمد محسن هاشمی معین استخباراتشان با یک هیئت 12 نفری طرفداران احمد مسعود به رهبری محمد الماس زاهد گفتگو کردند. محمد علم ازیدیار، یک عضو هیئت طرفداران احمد مسعود، در صفحه فیسبوکش نگاشته است که در این گفتگوی 3 ساعته با طالبان افزون بر مسائل دیگر توافق شده است که دو طرف از حمله بر مواضع یکدیگر خودداری کنند. از سوی دیگر طالبان گفتند که در گفتگوی دیروزشان خواهان حل مسئله پنجشیر شدند، اما نیروهای مخالف میخواهند که درباره ساختار نظام آینده با طالبان گفتگو کنند. سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، نیز این نشست را تایید میکند، اما میگوید که طالبان میخواستند درباره حل مسئله پنجشیر با آنان گفتگو کنند، اما نیروهای طرفدار احمد مسعود خواهان گفتگو درباره ساختار دولت آینده بودند. از همین رو این مذاکرات پیشرفت چندانی نداشته است. سمنگانی گفت آیت که از پنجشیر آمده بود بیشتر بر ساختار کل نظام یا دولت تمرکز داشتند، اما چون بین خواسته ها تفاوت زیاد بود فیصله بر این شد که آیت امارات گروه طالبان پیام که از آیت پنجشیر آمده را به مقام رهبری امارات گروه طالبان شریک بکند، و همچنان آیت که از پنجشیر آمده پیام آیت امارات گروه طالبان را به خود احمد مسعود و کلانهای دیگر که در پنجشیر هستند شریک کنند. این گفتگوها در حال آغاز شدند که دو طرف از کارگیری گزینه‌های نظامی بر یکدیگر هشدار دادند. حامد سیفی، عضو جبهه مخالف طالبان، گفت در ارتباط با مذاکرات که ادامه دارد، ما هنوز هم منتظر نتیجه مذاکرات هستیم. در پهلوی این تمام تدابیر نظامی، جبهه مقاومت ملی ما موجود است. احمد مسعود در گفتگو با بی بی سی گفته است که اگر حکومت همشمول و پذیرفتنی برای همه طرف ها ایجاد نشود، افغانستان منزوی اقتصادی و سیاسی خواهد شد. مخابره اولین خبر خوش به زن و مرد افغانستان. صدای امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور نظام پیشین افغانستان، ظاهراً به کس پیام فرستاده است میگوید در مقابل طالبان مقاومت میکند و میدان را رها نمیکند. این در حال است که تاجیکستان خوشبینی های تازه را با گروه طالبان آغاز کرده است. اولین حمله مرگبار جبهه مقاومت بالای طالبان از پلوچرخی کابل آغاز شد. صبغت‌الله احمدی در صفحه تویترش چنین نگاشته است: این حمله آغاز عملیات های چریکی نیروهای ما برای دفاع از مردم در مقابل ظلم و وحشتگری طالبانی در فصل جدید است. زمان دیشب، مرکز تعلیمی پلوچرخی کابل، بازگاه های قطعه خاص طالبان. تلفات دشمن زیاد است و این گونه حملات ادامه می‌یابد. شورای امنیت، تروریسم جدیدترین تهدید برای امنیت افغانستان است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه مشترک تروریسم را جدیدترین تهدید برای امنیت افغانستان و جهان خواندند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 8 آذر با انتشار اعلامیه حمله انتحاری روز دوشنبه در نزدیکی وزارت خارجه طالبان در شهر کابل را شنی گفته و آن را محکوم کرده است. این شورا ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و لزوم پاسخگو کردن و به محکمه کشیده شدن سازمان دهندگان و تامین کنندگان مالی این حمله انتحاری تاکید کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر انگیزه های آن در هر جا، هر زمان و هر مکان توسط هر کس مجرمانه و غیر قابل توجیه است. اعلامیه حاکی از آن است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبارزه همه کشورها بر اساس منشوری این سازمان و قوانین بین‌المللی با تهدیدها در برابر صلح و امنیت جهانی تاکید کردند. گفتنی است که درست پیش یک انتحار کننده چک پوینت طالبان را در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه این گروه را هدف قرار داد. در این انفجار افزون بر افراد عادی، شمار از کارمندان وزارت خارجه طالبان نیز کشته و زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را شاخه خراسان گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت. بریتانیا به 8000 پناهجوی افغان اسکن می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، دولت بریتانیا روز سه‌شنبه 8 آذر اعلام کرد که قرار است این کشور 8000 پناهجوی افغان را که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به این کشور آواره شدند، از هتل‌ها تخلیه و در خانه‌ها جا به جا کنند. گفته می‌شود که این پناهجویان پس از پایان ماه آوریل از سوی حکومت بریتانیا نامه ترک هتل دریافت خواهند کرد. دولت بریتانیا گفته که تا 4 ماه آینده پناهجویان افغان را از هتل‌ها خارج می‌کند. جانی، معاون وزارت امور سربازان پیشین بریتانیا گفته است که بر بنیاد طرح جدید حکومت این کشور 35 میلیون پوند برای اساکن پناهندگان افغان اختصاص یافته است تا با مقام‌ها و شوراهای محلی در بریتانیا در یافتن سرپناه برای پناهجویان کمک کند. اما حزب مخالف کارگر در بریتانیا از این طرح انتقاد کرده است. با گفته این حزب، حکومت بریتانیا در حال نامه پایان اقامت در هتل‌ها را به این پناهجویان می‌فرستد که هیچ تضمین برای یافتن منزل مناسب برای آنان وجود ندارد. این در حال است که پناه بردن پناهجویان افغان و اوکراینی به بحران کمبود اساکن در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی دامن زده است. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته که گرچه کشورهای اروپایی پناهجویان اوکراینی را پذیرفتند، اما رفتار مشابه با کسانی که افغانستان، سوریه و لوبیا فرار میکنند ندارند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.